همکارم مرتضی کاظمیان اینجا با من همراهه. آقای کاظمیان، قبل از اینکه به این مجموعه حمایت‌هایی که توی خبر داشتیم بپردازیم، اول بپردازیم به اینکه این گسترش اعتراض‌ها الان در چه مرحله‌ایه، به کجا رسیده، واکنش روحانی رو شما چطور ارزیابی می‌کنید و آیا این واکنش‌ها با اتفاقی که داره می‌افته واقعاً هیچ واقعیت همخونی داره؟ من اشاره کنم ابتدا از اینکه یک هفته از این اعتراض‌ها گذشته و هرچند که حالا بالاخره امروز آقای روحانی واکنش نشون داد، اما جالبه که هنوز رهبر جمهوری اسلامی هیچ اظهار نظری نکرده و این در حکومتی که خودش رو حکومت دینی میدونه و مستظهر کرده مثلا به روایت‌های مثل اینکه امام علی در رابطه با خلخالی که از پای یک پیرزن یهودی روبوده شده بود گفته بود که باید مرد از این وضعیت، حالا در رابطه با این همه فریادی که معترضان در خوزستان دارن میزنن، صدای اعتراض زنان، سالمندان، جوانان، کاملا سکوت کرده شخص اول نظام آقای خامنه‌ای. جدای از اون، حالا آقای روحانی واکنش نشون داده امروز و جالب باز اون نگاه امنیتی حاکم در حاکمیت رو و البته در خودش رو متبلور کرده. یعنی از یک طرف میگه اعتراض حق مردم خوزستانه، اما از طرف دیگه مثل البته موارد قبلی دوباره منفک میکنه، میگه یک عده اومدن شعارهای سر دادن که اون شعارها رو انتقاد کرده ازش و به نوعی دوباره یک مرزبندی کرده، اون مرزبندی که در نهایت به نفع قرائت دادستانی تموم میشه، چنانکه دادستانی خوزستان اومده گفته که خب به معترضان به نوعی شهروندان منطقه حق دارن، اما کسانی رو که اعتراض کردن مزدور خونده، تجزیه طلب، وابسته به خارج، همون تعابیری که همیشه شاهدیم، انتقاد کرده، حمله کرده به معترضان و تهدیدشون کرده. ولی این اعتراض‌ها با وجود این وضعیت خب همچنان ادامه پیدا کرده، همچنان که 7 شب داره ادامه پیدا می‌کنه. و من اشاره کنم به این که ما با یک وضعیتی در ایران روبرو هستیم که هر جایی رو که حکومت به نوعی سعی میکنه پاسخ بده به مطالبات، باز مطالبات اعتراضی ادامه داره، چنان که چند هفته پیش شاهد بودیم، مثلا در اعتراض به خاموشی برق مردم به خیابان ها اومدن، قبل از اون یا پیشتر شروع شده، الان چند هفته است که کارگران در صنایع نفت و گاز معترضن، اعتصاب کردن اینجا در خوزستان و حکومت هرچند تلاش میکنه با تمهیداتی از جمله که مثلا آب کرخه الان رهاسازیش بیشتر شده پاسخ بده به این مطالبات، اما این مطالبات در یک مقطعی فروکش میکنه، اما جامعه اعتراضی ایران، جامعه جنبشی، شورش های مختلفی رو در نقاط مختلف داره بازتولید میکنه که این نشون میده که پاسخ لازم رو نمیگیره و حکومت فاقد این توان هستش که به این مطالبات پاسخ ساختاری بده. خب از اون طرف اما جامعه مدنی و حالا فعالین سیاسی بودن که حمایت کردن از این اعتراضات، میشه از اون هم برمون بگیم؟ خب این اعتراض ها اونچنان که باید طبیعتاً و انتظار میرفت با حمایت جامعه مدنی روبرو شد، همچنان که در خبر داشتیم از کانون نویسندگان، فعالان هنری گرفته جامعه هنری تا فعالان سیاسی و مدنی، این نشون میده که حاکمیت سیاسی سوی ایستاده که در نقطه مقابلش جامعه مدنی ایران هستش، جامعه مدنی ایران در کنار معترضان هستش و حکومت تا وقتی که به این مطالبات پاسخ ساختاری نده طبیعتا این شکاف وجود داره، مگر اینکه بخواد با همین شلیک گلوله و خشونت سرکوب کنه صداهای اعتراضی رو. ممنون از شما مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو با من.